دختر که یه هتل تسخیر شده را مادر بزرگش به ارث میبره و جون خانواده‌اش توی خطر میفته. گیلاسیا سلام. امروز برات فیلم نینی تاوک محصول 2018 کشور اندونزی آوردم. گفتم یکم از سبک فلسفی اینا فاصله بگیریم، یه فیلم سرگرم کننده رو با هم تماشا بکنیم. محتوای خاصی نداره که بخوام در موردش حرف بزنم، اما خیلی سرگرم کننده است و صحنه‌های ترسناکش هم خیلی خوب ساخته شده. همونطور که میدونه دیگه من عاشق فیلم‌های آسیایی هم، چون توی سبک ترسناک خیلی خوب خودشون جلوه میدن. بریم با هم فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپول کامل صحنه‌های قشنگش هم باشه. با شروع فیلم زنی رو میبینیم که کلیدی رو توی جعبه میذاره. یه دفعه صدایی بیرون اتاق میاد و میره سمتش. با دیدن حرکت یه سایه رو زمین وحشت زده میشه و به آرومی سمتش میره. عروسک توی اتاق خود به خود تکون میخوره و همین لحظه برق و قطع و وز میشن. تابلوی نقاشی کنار مارنی یا همون پیرزن یهو عوض میشه و اونم میره سمتش. یه لحظه بچه شیطانی دستش روی شونه زن میذاره و چند لحظه بعد بدن بیجونش روی زمین میفته. سکانس بعد مراسم خاکسپاری این پیرزنه و نوه اون یعنی نادین همراه خواهرش نایا عزاداری میکنن. نادین نامزدی به اسم بن داره و خواهرش هم سنش خیلی کمه. بعد مراسم به خونه مادر بزرگ میان و نادین جعبه که مادر بزرگ کلید گذاشته بود توشو پیدا میکنه. وکیل برای کارهای وراثت میاد و میفهمیم تنها بازمونده های اون همین دوتا نوشن. برای همینم خونه رو که یه هتل کوچیک هست برای اونا میذاره. تو وصیت هم نوشته نذارید این هتل بسته. نادین تمایلی به این کار نداره، چون 3 سال پیش پدر و مادرش به شکلی دردناک جونشون رو از دست دادن و باعث شده کلا دنبال اینجا نیاد. وکیل هم میگه مادر بزرگتون خیلی تاکید داشت هتل رو سرپا نگه دارید و تا نسلهای بعدی هم ادامه بدیدش. خلاصه که شب میشه و بن همراه نایا مجبورن به خاطر کار و مدرسه برگردن شهر. نادین هم تنها میمونه تا به برنامه برای هتل بریزه. اما شب عجیبه، چون پیانو خود به خود صدا در میاره و سایه عجیبی هم روی دیوار معلوم میشه. نادین میترسه و بیرون اتاق و مستخدم اصلی هتل یعنی رامی و پسرش بوجو آشنا میشه. نادین با تعجب میپرسه برای کی دارید غذا میبرید و رامی هم میگه این یه رسمه. تا 40 روز بعد کسی که فوت کرده براش غذا میذاریم تا روحش تغذیه کنه. بعدم میشه جیرا و رحمان میره، دوتا کارمند دیگه این هتل. براش توضیح میدن که اینجا 8 اتاق برای کرایه داره. نادین میگه اما قبلا 9 اتاق بود و رحمانم میگه اتاق 9 سالهاست که درش بسته مونده و مادر بزرگت هم نمیذاش واردش شیم. نادینم میگه حالا مدین منم و باید ببینیم اون تو چیه. رامی میگه نباید این کارو کنیم، اما نادین سمت اتاق میره. کلید اتاقو هیچ کس نداره و نادین میره سراغ جعبه مادر بزرگ. متأ این بار جای کلیدها فقط کلی گلپر داخلشه. اونم بی خیال میشه و سعی میکنه بخوابه. حالا صدای کوبیده شدن محکم در اتاق بیدارش میکنه. در کمد خود به خود باز میشه و نادین که ترسیده چراغ رو روشن میکنه. هیچی نمیبینه و به محض خاموش شدنش زن توی کمد پریدار میشه. روح سمت نادین میاد و به محض روشن شدن چراغ ناپدید میشه. روز بعد نادین به نامزدش این اتفاق رو میگه و ازش میخواد زودتر برگرده اینجا. اما بن میگه فقط از خستگی این چیزها رو دیدی و حالا متوجه میشه غذایی که نادین داره میخوره به طرز عجیبی فقط گله. به نادین میگه و اونم تازه متوجه قضیه میشه و غذا رو توف میکنه. سری خدمتکار رو صدا میزنه و میگه این چیه برام آوردین؟ اما خدمتکار تعجب میکنه، چون چیزی که توی بشقابه همون صبحونه عادیه و نادین هم بیشتر متعجب میشه. حالا بن میپرسه مگه تو فیلم ندیدی گل خوردم؟ و اونم باز تایید میکنه. بن که راجبه هتل کنجکاو شده به یکی از دوستاش زنگ میزنه که در مورد مکان اطلاعی بگیره. این دوستش محققه. دوستش هم میگه سالها پیش اونجا توسط یه سرمایه گذار چینی و اندونزیایی ساخته شد. نادین رو میبینیم که بعد مدتی شروع به گرفتن چند تا عکس از خودش میکنه تا سر حال بیاد. اما اتفاقات عجیب ادامه دارن. در خود به خود باز میشن و در آخر توی دوربین زنی وحشتناک معلوم میشه. نادین دوربین رو کنار میذاره و زن تو اون نقطه دیگه نیست. دفعه بعد که گوشی رو میاره بالا، زن یهو میره سمتش و دختر فریاد میکشه. بعد همه قضیه ها نادین احمق بیشتر دلش میخواد بفهمه تو اون اتاق چیه و با کمک رحمان بی توجه به هشدارهای جیرا سعی میکنن قفل رو بشکنن و موفق میشن. میرن داخل و اتاق تاریک به هم ریخته و شیطانی رو میبینن. پر از کلی نقاشی های عجیب از آدم ها و یه مترسک عجیب تر وسطش. هیچکی نمیدونه چیه و رحمان توضیح میده این مترسک یه چیز مذهبیه. بهش میگن نینی تاک. ازش برای ارتباط با دنیای ارواح استفاده میکنن. بعدم میگه چندین سال قبل صاحب این هتل ازش استفاده میکرده تا با ارواح ارتباط بگیره. پس یعنی همه اینا متعلق به خانواده اصلی کسی که اینجا رو مدیریت میکرده، خانواده یه زنی به نام اویی. نادین که از این شایعه ها خسته شده مترسک میندازه بیرون و آتیش میزنتش. اما همه چیز عجیب تر میشه، چون در اتاق با قدرت باز میشه و یه لحظه هم بچه شیطانی رو میبینیم که لباس دختر از پشت میکشه.
نادین هم هیچ چیو پوشش نمیبینه. مست دیدن بوجو دعواش میکنه که چرا این کارو کردی. بچه میگه کار من نبود و به طرفی اشاره میکنه، ولی هیچ کس اونجا نیست. چند ساعت بعد مردی به هتل میاد و به نادین میگه قصد داره اینجا رو با قیمتی خوب بخره. نادین که بیشتر به حرفای مادر بزرگ اعتقاد داره مخالفه و مرد توضیح میده که این هتل برای اجداد من بوده. یکی از اونا اینجا رو فروخت و از اون موقع هم مدام مشکلات عجیب توی خانوادمون پیش میاد. اسم این خانوادهشون هونگ کیمه. برای همین هم میخوام با خریدنش این چیزا رو تموم کنم. نادین هم شماره این مرد رو میگیره تا بعدا نظرش رو بگه. این مرد مهمتر از کل هتل نگران یه نقاشی خاصه که توی اتاق نهم نگهداری میشه. روز بعدی میرسه و نامزد نادین با خواهرش به هتل برمیگردن. شب نایا و بوجو با هم بازی میکنن و وقتی پسر میره دستشویی نایا سعی میکنه توپو از زیر تخت در بیاره. همین لحظه زنی شبیه جنازه از پشتش رد میشه اما نمیفهمه. حالا یه سری توپ مختلف از زیر تخت میان بیرون و یه دفعه دختر شیطانی اول فیلم از زیر تخت خودش نشون میده و نایا میترسه. روز بعدی هم نادین برای بن تعریف میکنه که دیشب نایا چی دیده و انقدر ترسیده. بچه رو در حال بازی با بوجو میبینیم. وقتی عروسک دختر از رو تاب میفته بوجو سعی میکنه برش داره و همون دختر شیطانی از پشت نایا رو هول میده و اونم کلی میترسه و جیغ میزنه. نادین میدوه سمتش و بوجو رو دعوا میکنه که خواهرش رو ترسونده، اما نایا میگه تقصیر اون نبود و یه دختر هولم داد. برای بهتر شدن حالشون به رستوران میرن و نادین به بن میگه واقعا یه سری اتفاق عجیب توی هتل میفته و انگار تسخیر شده. از اون مترسک یا نینی تاک هم حرف میزنه و بن که مشتاق تو اینترنت سرچش میکنه. معنی این کلمه میشه دختری با صورت سفید. افسانه ها میگن که وقتی یه بچه با سن کم جونش رو از دست میده و به درستی اونو خاکسپاری نمیکنن، کم کم روحش اونجا گیر میفته. برای همین هم اون محل رو به تسخیر خودش در میاره. برای اینکه روحش رو پیدا کنن یا از اونجا فراریش بدن، از مترسکی به اسم نینی تاگ استفاده میکنن. برای اطلاعات بیشتر بن به دیدن دوستش میره، کسی که مدت ها در مورد این چیزها تحقیق کرده. دوستش میگه در حال حاضر داره در مورد یک کافه تحقیق میکنه که توسط خانواده‌ای به نام هانگ کیم ساخته شده بوده. هانگ کیم فامیلی همون کسیه که روز قبل به هتل اومد تا اینجا رو از نادین بخره. میگه خاندان هانگ کیم همیشه به همسرشون خیانت میکردن و کلی معشوقه داشتن. یکی از این معشوقه ها زنی بود به نام خانم اوی، کسی که میگن یه دعوای حسابی تو خانواده هانگ کیم راه انداخته، چون با کلاهبرداری همه ملکای خانواده‌شون رو از جمله همون هتل از چنگشون در میاره. در اصل همه اینها برای پدربزرگ همون خریدار بوده. خانم اوی بعد بالا کشیدن این ملکا هتلی که برای مادر بزرگ نادین بوده رو هم خودش میسازه. میریم به هتل. جیرا، رحمان، بوجو و نایا کنار همن و دارن برای مادر بزرگ دعا میخونن. نادین با دیدن صحنه میاد و بچه‌ها رو بیرون میکنه. با جیرا دعوا راه میندازه و میگه تو یه سری چیز میدونی و نمیگی. تو داری این تاریکی‌ها رو با این چیزا که مثل دعاان به هتل میاری. جیرا با عصبانیت میگه ما مجبوریم دعا بخونیم، چون کارهای تو باعث شدن تاریکی به هتل برگرده. اگه دعاهای ما جلوشون نگیرن جون هممون توی خطره. این در حالیه که دوست بنم بهش عکسهایی از تاریخ هتل نشون میده. خانم اوی یه دختر داشته که با بچه خدمتکار دوست بوده و بازی میکرده. بعد مدتی دختر خانم اوی یهو ناپدید میشه و کسی پیداش نمیکنه. اون معتقد بوده که تقصیر همون بچه خدمتکاره، ولی خب هیچ کس چیز دیگه‌ای پیدا نمیکرده. مادر به افسردگی میرسه و تا سالها هیچ کی نمیتونه دختر رو پیدا کنه. برای همینم هم یه مدرسک نینی تاک میسازه تا با استفاده ازش دخترش رو پیدا کنه. دنیای ارواح بهش میگن دختر تو همین خونه است و هرچی این زن از پلیسا میخواد بیشتر محبت رو بگردن خبری نمیشه و کم کم معروف میکنن دیوونه است و بهش توجهی نمیکنن. در آخر هم زن توی تنهایی جونش رو دست میده. نادین میپرسه حالا چرا روح اون بچه انقدر خواهرم نایا رو اذیت میکنه و جیرا میگه روحها اونو به عنوان دختر خانم اوید در نظر گرفتن و از تاریکی اومدن تا اونو بهش برگردونن. ما هم باید زودتر فضا رو پاکسازی کنیم. بنادوسش میپرسه اون بچه خدمتکاری که با دختر خانم اوی بازی میکرد و یه سری گفتن باعث ناپدید شدنشه به نظرت الان باید چند سالش باشه؟ اونم میگه تقریبا 55 تا 60 سال. نادین رو میبینیم که به اتاق ممنوعه میره. صداهای ترسناکی میاره و دستی سفید روی در کموده. همین که میره سمتش یهو خورش تو فضای عجیب میبینه که دوتا بچه دارن تاب بازی میکنن. نادین سری میاد عقب و دم پنجره میره که تابو نگاه کنه. مترسک نینی تاک سمتش میاد و قبل افتادن متوقف میشه و اون داد میزنه. سعی میکنه در بره اما حالا اتاق پر از مترسک های مختلف. صدای وردی هم میاد و روحی تو اتاق ظاهر میشه. مترسک ها تکون میخورن. دختر وحشت زده میفته زمین. رحمان میاد به این اتاق و میبینه که دختر تنهایی رو زمین و هیچی دورش نیست. نادین به خودش میاد و به رحمان میگه کلی چیز اینجا بود اما رحمان هیچی ندیده و میگه فقط ترسیدی و توهم زدی. به هر حال میاد بیرون تا دنبال خواهر نادین بگرده چون نمیدونن کجاست و اینجاست که صداها سراغ خودش میان. سرش جد میگیره و توی خونه روح خانم اوی رو میبینه و در حال خندیدن داد میزنه.
همین لحظه بن میاد به هتل و نادین بغلش میکنه. نگران خواهرش، اون نمیدونه کجاست و بن میگه فهمیدم چیکار کنیم. با نشون دادن عکسای قدیمی میگه مطمئنم بچه‌ای که قبلا با بچه خانم نوعی بازی میکرده همین رحمان بوده، چون همسن اونه. اون یه دستی تو اتفاقا داشته و داره به همه دروغ میگه. حالا میره سمتش. با نشون دادن عکسا رحمان رفتار عجیبی نشون میده و میخنده و میگه به خدا قصد اون کارو نکردم. جیرا میاد پیششونو به رحمان میگه وقتش اعتراف کنی، چون جون یه بچه تو خطره. با اعتراف رحمان گذشته رو میبینیم. در حال بازی با این دختر بود و روی تاب هولشون داده. دختره میگفت تونتر رو رحمان که از دستور دادن خسته میشه خیلی محکم هول میده. هرچی دختر میگه بسته رحمان گوش نمیده و در آخر بچه میفته زمین و با خوردن گردنش به جدول جونش رو از دست میده. بن داد میزنه بگو جنازه رو چیکار کردی، چون ارواح دنبال اونن. و نادین همین لحظه بجور میبینه و صداش میکنه. ازش میپرسه خواهرم نایا کو، و اونم میگه اونا بردنش به مغازه پشت هتل. بن میگه شاید جنازه بچه‌م همونجاست و میفهمن رحمان کنارشون در رفته. بن راه میفته دنبالشون. نادین میدوه سمت همون مغازه. اول در قفل اما خود به خود باز میشه. نادین میره داخل و در بسته میشه. راهروی تاریک جلوشه و روحی وحشتناک از سقف آویزون میشه. نادین با سرعت میده و بنو میبینیم که رحمان در حال کندن زمین میبینه. میره کنارش و توی گودال استخونای اون بچه مشخصه. رحمان داد میزنه ببخشید و نادین هم روح خانم اویی رو کنار خواهرش میبینه. نایا داره دنبال روح میره و نادین هم میفته دنبالشون. اما با دیدن روح دوتا بچه دیگه میفته زمین. روح دیگه جلوش میاد و همین که دختر برمیگرده با روح وحشتناکتری روبرو میشه. با فریاد کشیدن فرار میکنه. حالا با روح خانم اوی روبرو میشه. خواهرشو بغل کرده و نادین میگه اون دخترت نیست و ولش کن. رحمان و بنم به همینجا میان و رحمان بالاخره اعتراف میکنه. میگه من اون کارو با دخترت کردم اما واقعا قصد نبود. بعدم کلی معذرت میخواد و با التماس خواهر نادین آزاد میشه. رحمان قول میده جنازه رو به درستی و مراسم‌های رسمی به خاک بسپاره و میگه هر کاری میخوای بکنی با من بکن. میریم به سکانس بعد. نادین هتل با آقای هانکی میفوشه و به شهر میرن. وقتی این مرد به داخل هتل میره دوباره مترسکا پیدا میشن و روح تاریکی سمتش میاد و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. میخواستم قتل کارگردان خوب کشورمون آقای داروش مهرجویی و خانم وحیده محمدی فر همسر عزیزشون رو تسلیت بگم. واقعا شوکه کننده بود این قضیه. من نرسیده بودم پست بذارم در موردش این حرف رو بزنم. آقای مرجوی خیلی خوب بود تو ایران، خیلی فیلم‌های خوبی ازش داریم. من میدونید وارد سیاست نمیشم تو این قضیه ها، ولی از لحاظ فیلمسازی، از لحاظ حرفه‌ای بودن یکی از بنام‌ترین هاست. اجاره نشین ها، گاف، این دوتا فیلمو من هزاران بار دیدم، انقدر دوستشون دارم و واقعا این دوتا نقطه تغییر بزرگ توی سینمای ایران بودن. خیلی غم انگیز بود و امیدوارم که بالاخره حداقل این قضیه یه نتیجه بده و پیدا بشه جریان چی بوده. و ازتونم میخوام که به شایعات دامن نزنید. این خیلی عجیب بود که دقیقا شب همون اتفاق یه پست از 7 ماه 8 ماه قبل خانم وحیده محمدی فر پخش شد که گفته بوده صدای بیگانه شنیدن و اینا، بعد گفتن شب قبلی گفته تهدید شدن. این قضیه مال 6-7 ماه قبل و میخواستن یه آتیش دیگه بندازن به خاطر بین نجات پرستی و مخالفت های بین ایرانی ها و دوستان افغانمون. و خب بهش دامن نزنید، این خیلی چیز واضحه. حداقل خودتون پیج طرفو سرچ بکنید میبینید تاریخ پستش فرق داره و این پست الکیه. من و شما اختلاف بیشتر بیفته کشورمون بیشتر به فنا میره. نینی تاوک میاد از عشق مادرانه صحبت میکنه. چقدر ترسناک نشون میده اون مادر یا خانم اویی رو، ولی اون کسیه که به خاطر عشق مادرنش دست به این کارها میزنه. بعد از اینکه خانواده‌اش رو از دست میده و دخترش هم از بین میره، مدام دنبال این میگره که چرا همچین اتفاقی براش افتاده. برای همین هم از خانواده هانکین کلاً پاچیده و خیلی مشکل براشون پیش میاد، چون خانم اویی فکر میکرده اونا مقصر گم شدن بچه‌شن و به همه شک میکرده، چون هم خدمتکار انگاری مقصر بودن، همون خانواده ممکنه به خاطر آسیب بزنن و کلاً به خاطر همین اتفاقا میره از اون عروسک کمک میگیره از دنیای ارواح تا بتونه به دختر خودش برسه. یه دیالوگ خفن توی فیلم هستش که میگه خانم اوید نمیخواست از دخترش جدا بشه، شاید برای همینه که هنوز اینجا رو ترک نکرده و همچنان میخواد با دخترش همزمان با همدیگه از زمین برن. انگاری دخترم از همون اول زمان مرگ منتظر مادرش بوده. و خب خلاصه که برای همینم هم هست روحا هنوز موندن به خاطر کارهایی که خانم اوید انجام داده و میخوان چیزی که ازش خواسته رو بهش تحویل بدن، یعنی دخترشو. و خب نزدیکترین کس به دختر خودش میشه همون نایا. یه دلیل دیگه انتخاب نایا هم اینه که نسبت خونی دارن باهاش، به خاطر اینکه همشون از نسل همون خانم اویرن و خب قطعا روا فکر میکنن که این دختر وقتی از نسل اونه پس دختر همین خانم باید باشه، به خاطر اینکه همسن همونه، هم دوره همونه و همه چیز کلا به اون شباهت داره. و برای همین هم است که نایا رو به عنوان برگزیده خودشون انتخاب میکنن، که دیگه در آخر هم ولش میکنن. خانم اویی هم مجاب میشه این دختر خودش نیست و ولش میکنن.
ولی خیلی قشنگ میاد نشون میده که این مادره برای بچه خودش حاضره دست به هر کاری بزنه، همونطوری که توی همه دنیا همین اتفاقا میفته و واقعا هم عشق مادرانه مثال نداره، نمیشه گفت که شبیه یه عشق دیگه ای. اصلا وقتی که یه مادر بچه خودش توی آغوش میگیره همه جا ازش شعر نوشتن، گفتن که چقدر حسش با یه سری دیگه متفاوته. دیگه همین، مراقب خودتون باشید، خیلی دوستتون دارم، لایک کامنت سابسکرایبتون نره، روزتونم گلسی.